گزارش های تکمیلی از خیزش هموطنان بختیاری، تظاهرات در لالی و درود، پاره کردن عکس های خامنه‌ای در مدارس مبارکه اصفهان، اعتراض ها و اعتصاب های متعدد در تهران، اصفهان، کرمان و شهر کرد، هدف قرار گرفتن سرکرده نیروی انتظامی مازندران در قائم شهر. هموطنان بختیاری در شهرهای لالی و درود روز دوشنبه 28 بهمن به خیابانها ریختند و علیه رژیم آخوندی شعار دادند. در درود نیز با وجود هشدار کارگزاران و ماموران سرکوبگر رژیم، هموطنان بختیاری به تظاهرات خود ادامه دادند و اعلام کردند عذرخواهی های ظاهری مقام های رژیم آنان را نمی فریبد. بنا به گزارش های دریافتی روز دوشنبه 28 بهمن، رژیم آخوندی در وحشت از تجمع اعتراضی در حمایت از هموطنان بختیاری در تهران، یک حکومت نظامی اعلام نشده در شمال تهران برقرار کرده بود. بنا به این گزارش، ماموران امنیتی و گارد ویژه در سراسر خیابان ولیعصر، منطقه امانیه، ضلع شمالی، پارک ملت و خیابان جام جم در مقابل رادیو و تلویزیون رژیم مستقر شده و با گهزنی مردم به ویژه جوانانی که در این محل حضور داشتند را پراکنده می کردند. بنا به گزارش رسیده، دانش آموزان مبارکه اصفهان به طور گسترده عکس های پاره شده خامنه ای را در مدارس این شهر توزیع کردند. جمعی از کارگران پالایشگاه تهران روز یکشنبه 27 بهمن اعتصاب کردند. آنها در اعتراض به خودداری رژیم آخوندی از دادن عیدی امسال دست به این حرکت اعتراضی زدند. تاکسیداران شهر تهران ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 29 بهمن اعتصاب کردند. آنها در اعتراض به نرخ تعیین شده مسیرها توسط واحد تاکسیرانی و شهرداری رژیم دست به اعتصاب زدند و گفتند نرخ تعیین شده کمتر از پول یک لیتر بنزین است. کارگران شرکت خودروسازی سایپا در تهران روز سه‌شنبه 29 بهمن در اعتراض به کاهش حقوق خود اعتصاب کردند. کارگران وقتی برای دریافت حقوق به بانک مراجعه کردند، متوجه کسری حقوق خود شدند. جمعی از کارگران اخراجی ایران تایر روز دوشنبه 28 بهمن در مقابل اداری کار رژیم در غرب تهران واقع در منطقه اکباتان تجمع کردند و خواهان بازگشت به کار و پرداخت مطالبات خود شدند. جمعی از کارگران متروی تهران روز یکشنبه 27 بهمن ماه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده اعتصاب کردند و در مقابل دفتر متروی تهران تجمع کردند. کارگران اخراجی شرکت پشتیبانی امور دام در شهر کرد در اعتراض به اخراج خود، خودروی معاون استاندار رژیم در این شهر را سنگباران کردند. بلافاصله ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی با باتون و گاز فلفل به کارگران یورش بردند. جمعی از کارگران اخراجی کارخانه مس سرچشمه کرمان روز دوشنبه 28 بهمن در اعتراض به اخراج خود دست به اعتصاب زدند و با سردادن شعار علیه کارگزاران رژیم با مزدوران حراست کارخانه درگیر شدند. این حرکت اعتراضی کارگران با یورش ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی مواجه شد. بنا به گزارش‌های دریافتی، سرکرده نیروی انتظامی رژیم در مازندران روز دوشنبه 28 بهمن ماه در میدان موسوم به جانبازان قائم شهر توسط یک فرد هدف قرار گرفت. پس از این حمله، مزدوران یکان ویژه قائم شهر، ساری و بابل بسیج شدند و به محل آمدند تا ضارب را دستگیر کنند، ولی موفق به دستگیری ضارب نشدند. دراویش ایران روز سوم اسفند را به عنوان روز دراویش معرفی کردند و به اعتراض علیه حکومت آخوندی فرا خواندند. این نامگذاری در اعتراض به تخریب حسینیه ها، تکیه ها و سرکوب دراویش توسط دیکتاتوری آخوندی صورت گرفته است. این خبر به طور گسترده در شهرهای مختلف از جمله خرم‌آباد توزیع شده است.